خوب باشه، دست درم کن. عزت اگر به شکلی در می آمد مثل تو راه می رفت، شجاعت مانند تو نگاه می کرد، ایثار شبیه به تو لباس می پوشید، غیرت هم ولایتی تو می شد و سخاوت هم لهجت. با چه نامی بخوانیمت که روی من شود صدایت کنیم ای زیبا؟ راه رفتن تو دشنامیست به زشتی ها و لبخندت ناسزاییست درشت به کوفه از روی نیزه. آن هنگام که به خود به های زینب تو تنها خندیدند، خورشید دلگرم دیدن تو هر روز بالا می آید ای مسافر شام. دوری انسان را پیر می کند حتی اگر فاصله یک نیزه باشد، آنقدر پیر که آینه هم دیگر نمی شناسد زینب، آنقدر خمیده که همقدر رقیه می شود، آنقدر خسته که ام البنین او را کنار می زند تا ببیند زینب را. چیزی از زینب نمانده تا به مدینه برسد. سرت سلامت دعای خواهری بود که نیزه مستجابش کرد، دعایی که از روی ناقه نگریست و گریست زینب کبری. تو رو که میبینم از شمر شرمنده میشم که او فقط یک بار از تو برید و من هر روز خدا. ای سرور آزادگان، برده بودنم را به رخ من نکشیدی که اصلا روی برای دیدنت ندارم، دو رویی من تو را پنهان کرده ای آفتاب در گودال، ای رحم کننده بر شمر، ای خنده های آخرت کشنده. تو شمر را کشتی یا شمر تو را؟ تو از او دست کشیدی مگر؟ فرات از خجالت آب شد تشنگیت را که دیده ای تشنه تر از خدا برای هدایت. ای بهترین بهانه خدا برای دستگیری، ای زیبا، ای برنیز زیباتر، که خدا این گونه بیشتر تو را دوست دارد. قرآن بی سر شنیدنی تر است حتی برای گوشهای کر کوفه که با سنگ می بوسد لب قاری قرآن را. زخمهایت را که برق می زنم دستانم خونی می شوند، مقتلت خون به دل آدم می کند که بعد از آن غروب هیچ چیز سر جایش نیست دیگر. سرت بر پیکرت، زینب روی ناقه، شم روی سینه، تنت روی خاک و سقایت که قرن هاست روی خیمه آمدن ندارد و در آن گوشه علقمه ایستاده با ادب. گنبدت کلاهیست که بر سر مرگ گذاشته ای، وگرنه شهید را که نمیتوان کشت مگر اقیانوس را میتوان سر برید. گنبد تو جامیست که با آن بلا را سر کشیدی، جامی واژگون که بعد از تو هیچ کس را یارای بلا نبوده و نیست جز خواهرت که حسینی در کالبد زنی خسته است، خواهری که مادر مصیبت است. حمزه علامت کوچکی است در انتهای نام سید الشهدا، ای الگوی آقای شهیدان شدن، ای شیرزاده، ای شیرمرد، ای شیر در کاسه های یتیمان کوفه. کلمات در رسای تو تازه زبان باز کرده اند، وگرنه در مدح اصغر تو دهان همه ما بوی شیر می دهد. اصغر تو مصیبت اکبر است و اکبر تو اصغری است که بر روی زانو به دنبال آن می گردی، پیغمبری که پخش کردی بین امتت برای هدایت. شام غریبان تو شب نیست، قربت توست که در آن سجاد قاسمت را جمع می کند، عباست را، زهیرت را، اونت را، جعفرت را، جونت را، اکبرت را، اکبرت را، اکبرت را، اکبرت را، اکبر تا
تمام نمیشه. دفترچه های بیمه با تو تعطیل میشوند، شفا از تو که حرف میزند به سرفه میافتد، داروها به یادت که میافتند بیهوش میشوند، شربت دیدارت شیرین تر است از عسل، دردها دوستان تو را دوست دارند، حسینیه هایت بیمارستان های رایگانند، مریض تو عزیز میشود و عزیز تو مریضت خواهد شد، دکترها نسخه هایشان را به امید تو می نویسند، وگرنه یک پنجم از قرص قمر بنی هاشمت کافی است مرضهای جهان را. انشاءالله که سر سفره آقا ابو عبدالله باشیم و بهترین ها که روزی اولیاش شده این روزها روزی همه ما هم بشه. سلامتی خودتون پدر مادراتون انشاءالله درامون به اهل بیت نزدیکتر بشه. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی کسی که پسر پیغمبر خودش رو میکشه، اون هم مثلا 40 خورده‌ای سال بعد از رحلت پیامبرش، یعنی هنوز آدمای زیادی هستن که پیامبر رو دیدن درک کردن و تو جامعه زندن، اون هم تو سرزمینی که 20 سال قبل پدر همین شخص خلیفه رسول الله بوده و دنیای مسلمان ها رو مدیریت میکرده، حتما یه بهانه خیلی خوبی میخواد. یعنی خیلی ساده نگیرید که من اینجوری اومدن و زدن و ابو عبدالله کشتن. این که 30,000 نفر آدم رو قانع بکنی که بیان پسر پیغمبرشون رو بکشن خیلی کار عجیبیه، کار ساده ای نیست. یعنی دستگاه تبلیغاتی یه همچیز حکومتی خیلی باید کارشو بلد باشه و جامعه خیلی 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 باید منحط باشه که بشه یه همچی داستانی رو رقم زد و این اتفاق افتاده. حالا راجع به دو وجهش، هم مردمش هم حکومتش صحبت میکنم، یه نکاتی انشاءالله مفید باشه. یک جمله‌ای هست منسوب به امام حسین علیه السلام، اونم این که میگه که حضرت فرمود انا قتیل الابرات، من کشته اشک ها هستم. تو تفسیر این روایت خیلی ها اومدن جنبه مثبتش رو دیدن که بالاخره اشک جزء عبادات باطنیه، اگر با معرفت باشه حتی از نماز شبم بالاتره، یعنی خیلی آدمو نزدیک میکنه، جوشش درون باشه، یعنی اون عشق با معرفت ها، نه حالا عشقی که به زور 1000 تا بالاخره تصویر سازی و آدمو یاد بابا ننه خودش بندازه و چه میدونم به هر بهانه یه قطره عشق در بیاره، نه عشقی که از رو معرفت باشه یک عبادت باطنیه، باعث تقرب میشه، تقرب عملی به اون شخصی که براش عشق ریختی، یعنی شما رو به صفات اون شخص نزدیک میکنه. خیلی کار عجیبیه از رو معرفت که باشه. یه عده اومدن اینجوری صحبت کردن که ابا عبدالله باعث عشق میشه، یعنی باعث عبادت باطنی میشه، اون عبادت باطنی باعث لطافت میشه، این لطافت ما رو به خدا نزدیک میکنه و حالا مفصل توضیح دادن. علامه طباطبایی میاد خلاف این میگه و فکر میکنم این حرف خیلی منطقی تر به نظر میرسه. میگه اصلا اشک آدم خوبا رو نمیگه، امام حسین میگه منو با اشکاشون کشتن. کیا؟ زنهای کوفه نشستن برای بچه هاشون داستان تعریف کردند از جنایت‌های نکرده علی ابن ابی طالب. شما یه حدیثی از زمان خود حضرت بهش خیلی وقتا توجه نمی‌کنید که حضرت داشت خلیفه بود، داشت می‌رفتید یه زنی یک مشک سنگینی آبی داره می‌بره، بعد بهش گفت که من کمکت کنم، گرفت کمکش کرد. تو مسیر می‌رفتن زنه برگشت بهش گفت که جوون خدا خیرت بده، خدا لعنت کنه علی ابن ابی طالب. کجا؟ تو کوفه. حضرت بهش گفت چرا علی لعن میکنی؟
گفت شوهر منو فرستاد جنگ کشته شد، به ما نمیرسه. اولا که من یه سوال شما میکنم، شما جنگی و سراغ دارید که یک امام معصوم یا یک پیامبر آغاز کرده باشه؟ مثلا یه همچه جنگی وجود نداره. امام حسین در مسیر کربلا، در مسیر کوفه، وقتی که سپاه هور بهش رسید میتونست با سپاه هور درگیر بشه و شکستش بده، و خبر شکست سپاه هور وقتی میرفت کوفه داستانو میتونست تغییر بده. اما ابا عبدالله به زهیر فرمود نه من نه هیچ کدوم از انبیا و اولیا شروع کننده جنگی نبودیم نخواهیم بود. صبح عاشورا امام حسین پشت خیمه ها رو یه خندق کوچیکی کرده بود، اونجا هرچی تیغ و اینا هرچی بود اونجا جمع کردن. صبح عاشورا دستور داد اونو آتیش زدن که لشکر دشمن از پشت سر حداقل حمله نکنه. شمر اومد نزدیک فریاد زد که عجله داری برای جهنم رفتن، خودت آتیش درست کردی. یکی از اصحاب اومد بغل او شب عبدالله گفت آقا تو تیر رس منه بزنمش. حضرت فرمود من نمیخوام شروع کننده جنگ باشه، یعنی حاضر نشد حتی اولین تیر رو تو کربلا بذاره، با اینکه دیگه از روز تاسوعا مسجل بود که اینا ابو عبدالله رو میزنن. روز تاسوعا روزیه که لشکر عمر صد امام حسین و اطرافیانش رو محاصره کرد، و چون لشکرش انبوه بود شروع کرد شادی کردن و مطمئن شدن دیگه احدی از عراق به کمک ابو عبدالله نمیاد. اصلا میگن روز تاسوعا به این دلیله که دیگه ابو عبدالله تنها شد، یعنی احدی دیگه به کمک ابو عبدالله نمیتونست بیاد، و اصلا معلوم شد که عراق نمیخواد به حسین کمک بکنه، چون خبرم پخش شده بود. خب کسی دیگه نیومد، آقا تنها مونده. خب پس جنگ شام و جنگ صفین رو که علی شروع نکرده که، تازه از صفین چیزی واسه شما نگفتن. شما که الحمدلله اهل مطالعه نیستید به فضل خدا. حالا گفت لاته رسید به حاج آقا، گفت حاج آقا خدمت ما نمیرسی. گفت والا تو که مسجد نمیای، ما که قهوه خونه نمیای، کجا خدمت شما برسیم؟ شما بفرمایید ما خدمت شما هستیم. حالا شما که مطالعه نمیکنید، کسی هم که بر شما نمیگه این چیزا رو دیگه، شما فکر میکنید مثلا حضرت امیر به معاویه گفت که خب دیگه آقا تمومه، من خلیفه شدم، خوش اومدید شما. شما در زمان عثمان مثلا اونجا، از زمان عمر اونجا بود دیگه، در شام بود و شده بود والی شام. بعد حالا دیگه من علی ابن ابی طالبم، شما رو نمیخوام والی شام باشی، خوش اومدی. بعد اون گفت نه خیر من هستم و فلان و این حرفا. بعد حضرت گفت خب پس حالا میام حسابتو برسون. اینجوری نیست که، همه کاری کرده امیرالمومنین که جنگ نشه. تازه وقتی هم که مجبور شده، چون دیگه معاویه سربازاش حمله میکردن تو مرز و کشت و کشتار رو مینداختن، این که حضرت فرمود که شنیدم خلخال از پای دختر یهودی باز کردن، مرد از این داغ بمیره حق داره، این کارو سربازا معاویه کرده بودن تو مرز با شام، این کارا رو میکردن، حمله میکردن، غارت میکردن، آزار میرسوندن. تازه حضرت وقتی رفته صفین 18 ماه تو یک سال و 6 ماه طول کشیده. یک سال و 6 ماه 24 که هم دیگر رو نزدن که، تموم میشد بگن چیزی نمیمون که. یه روز جنگ بوده، دو هفته حرف بوده، هم استراحت میکردن چون جنگ بدنیه دیگه، نمیشده که پای سر هم باشه که، فیلم که بازی نمیکنن که. تو فیلم ها یارو 5 روز میجنگه، داره میجنگه، این خب دروغه، این که معلومه دیگه که شما یه نخ دستت باشه یه رو به چرخونه کتفت میفته دیگه. حالش شمشیر و سنگین و اونم تازه شمشیرهای اون موقع با اون صنعت اون روز، مثل حالا نیست که حالا یه صنعتی فرق کرده داستان، کار ندارم. بعد جنگ طولانی، چرا طولانی شد؟ چون حضرت هی با اینا صحبت میکرد، کاری کرده که روز آخر جنگ امرواس به معاویه میگه تو قطعا شکست میخوری، و یکی از دلایل شکست تو اینه که مردم شام از علی دیگه نمیترسن، چون میدونن اگه علی غلبه کنه همشونو میبخشه. از کجا فهمیدن؟ 18 ماه باش جنگیدن، فهمیدن چقدر آدم حسابیه. قشنگ مثل ما، کسی با ما 18 ماه رفاقت بکنه میفهم ما چقدر ناحسابیم. 18 ماه با علی جنگیدن، چقدر این آغاز، چقدر این بزرگواره، تو جنگ فهمیدن. حضرت همه کاری کرده جنگ نشه، جنگو هم معاویه را انداخته. بعد مطلب دو، پس اصلا ما نبردیمش جنگ، جنگو یکی دیگه را انداختم که میتونیم بشینیم که. خب آقا حمله کرده به ما چیکار کنیم؟
بشیم نگاه کنیم. خب نمیشه، باید دفاع کنیم از خودمون دیگه. خب حالا شما باورتون میشه که علی به یه خانواده شهید تو کوفه نمیرسید؟ من آدم میشناسم فکر میکنم مثلا 3 ماه جبهه اگه بوده، اونم تا کجا رفته خدا میدونه. مثلا یه بمب شیمیایی زدن تو حلبچه، این تو جاده قم تهران شیمیایی شده، چجوری من نمیدونم دیگه، تلپاتی اینا. مثلا کارخونه کار میکرده، کارخونه ای که مواد شیمیایی توشه، مثلا اگه شیمیاش 2% بوده شده 20%، الان داره جانبازی میگیره 24 هم دریوری میگه حق ما رو خودم، ما جوونیمون. اصلا یه دروغایی که خواهم میگه آقا خالی بنده بابا این از جیبه کجا بود. یعنی یارو 3 ماه هم منطقه نبوده، دهنش هم باز 1.5 متر اگه سانت بگیری، هر چی هم به این برسونی میگه کمه. آدم هم میشناسن جانبازی داره، سالهای سال سمت جانبازان و فلان گفته، برای خدا رفتم رفیقای ما به زور واسش یه چیزی درست کردن که مثلا یه وامی بگیره یه زندگیش زره زیر، اونم جانباز اعصاب و روان. همین احمد آقا کارش رو ردیف کرد، جانباز اعصاب و روان که از بعد عملیات خیبر تا الان نخوابیده، با قرص قرص میدادن، خواب مصنوعی داره، خواب طبیعی دیگه نداره. نرفته بود دنبال جانبازی، نه دنبال هیچی، همیشه هم خودشو بدهکار میدونه. یعنی آدمایی هستن هر چی بهشون برسی دهنشون باز نق میزنن. نه فکر کنی علی کوتاهی کرده، طرف این مدلیه، منتها امیرالمومنین چون حاکمه به خودش میگیره، میگه من کوتاهی کردم. بعدم حضرت وقتی رفت برای این زن کمک آورد، از شخصی آورد، از بیت المال نیورد، چون بیت المال کوتاهی نکرده بود راجبش، حق و حقوقش رو داده بودن. حضرت از خودش آورد که حالا بیشتر نیاز داره دیگه، و به خودش گرفت مطلبو. خب این که شوهرش تو رکاب علی شهید شده و علی داره بهش رسیدگی میکنه، و علی کسیه که به یتیمای زن و بچه خوارج، خوارج وقتی که تو دهروان بودن زن و بچه هاشون تو کوفه بودن، علی سهم زن و بچه شون رو بیت المال قطع نکرده، رسیدگی مضاعف هم به اونا داشته. کسی که به بچه های دشمناش میرسه به بچه کسی که تو رکاب شهید شده نمیرسه؟ منتها از این زن ها چند تا داریم؟ چند تا بوده تو کوفه؟ میگه نشستین انقدر به علی تهمت زدین و بعد گریه کردید در این دروغایی که گفتید و با اشکهاتون کینه علی رو تو دل بچه هاتون کاشتین، که اون وقت اونا بر اساس کینه. ببین جنگ، جنگ خود ما خوبه، بیشترین سن حضور چند سال بوده؟ 13 تا 17 سال. مثلا جنگ مال این سنه، تو اگه فکر کنی آدم 30-40 ساله میتونه بره جنگ مثلا به جنگ فلان کنه، اصلا طبیعی نیست همچی چیزی، یا خیلی ورزیدگی میخواد. شما 4 کیلومتر تو رمرای فکه بری مثلا شب با تجهیزات، بعد تازه برسی اول خط بگن یالا عملیات، این کار هر کسی نیستش که کاری. حالا جنگ الان که با اسلحه هست و تیر و فشنگ و این چیز هاست، اینجوریه، تفنگ و فشنگ و مثلا خیلی آسان‌تر جنگای الان، چه برسه جنگ اون موقع که با شمشیر، شمشیر سنگین و زره و نم اسب و جنگای بدنی سنگین. خب اغلب کسایی که الان جلوی امام حسین وایسادن سنشون زیر 20 ساله، کسایی که زیر 20 سالن اصلا علی ابن ابی طالب رو ندیدن که بخوان ازش کینه داشته باشن، ولی بهش میگن بغضن لعبیک. ببین پس یه زمینه اجتماعی داره، جامعه ای که راحت قضاوت میکنه، راحت بدون تحقیق، بدون توجه، کاملا غیر منصفانه. یعنی ما برای همه قاضی هستیم، برای خودمون وکیل مدافع. شما الان خصوصیات جامعه خود ما رو ببینید، مثلا تو جامعه ما به آبرو کسی رحم میکنن؟ مثلا فلان بازیگر زن رو تو خارج یه نفر دیدنش، مثلا برهنه بوده سرش، حالا اون برهنه بوده به من و تو چه ارتباطی پیدا میکنه؟ مثلا یعنی چی؟ به ما میگن کسی تخلفی بکنه ببینی بگی غیبته، بعد تو گوشی موبایل رو در میاری از طرف فیلم میگیری و پخش میکنی و حیثیت طرف رو میبری، بعد فکر میکنی انسانی؟
مثلا مسلمونی رو بریز دور، انسان یه همچه غلطی نمی کنه. انسان اصلا انبیا نیومدن هیچ کدوم. انسان نمیتونه با آبرو کسی بازی کنه، یا فلان فوتبالیست یا فلان مداح یا فلان بازیگر یا فلان سیاستمدار یا هر کی. اصلا ما فقط کافیه یه ویدیو از یکی بیا بیرون، کاری نداریم که شروع میکنیم هم برای هم دیگه فرستادن، زیرش هم تحلیل میدیم، بعد به طرفم میگیم بیا توضیح بده فیلم خونه یه طرفو. یکی از مثلا محارمشون فیلمو گرفته گوشیو داده یه موبایلی درست کنه، اون بی انصاف هم فیلمو اش پخش کرده، بعد به طرف میگم بیا توضیح بده این خانومه کیه. خب بگه خانومم باخته، بگه نیست باخته، چیو جواب بده؟ چیو جواب بده؟ اصلا به چه حقی تجسس میکنی؟ به چه حقی تجسس میکنی؟ به چه حقی تهمت میزنی؟ آقا فرق بین متهم و مجرم میدونی چیه؟ متهم کسیه که یه اتهامی رو بهش وارد کردن، ممکنه بیگناه باشه، ولی تو جامعه ما کسی متهم بشه مردم خودشون حکمشو صادر میکنن، یعنی مطلع قاضی هم وای نمیستن، نه مدرکی میبینن نه چیزی، حکمو صادر میکنن. دزدن آقا، همشون دزدن، همشون نمیدونم مثلا فاسدن، همشون چی؟ علی ابن ابی طالب با تهمت میشه از چش انداخت؟ آقا اینو بفهمید. و میشه علی ابن ابی طالب با تهمت کینش تو دل یه نسل کاشت؟ اگه میشه به علی تهمت زد که هیچ جای تهمت نداشت، اگه میشه علی رو از چش انداخت که واقعا با اون عظمت چجوری میشه از چش یکی علی بیفته، اگه میشه این کارا رو کرد غیر از علی رو هم میشه این کارا رو باش کرد. خب حالا ما میتونیم انتخاب کنیم مسیر کوفه رو بریم یا جای دیگه. بعد شما میگی که ما اهل کوفه نیستیم. خب چی یعنی؟ چی یعنی ما بدتریم؟ طرف میگه ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، یعنی ما خیلی بدتریم دیگه، اصلا اوضاعمون خیلی خرابتره. آ کوفه رو چرا لعن میکنی؟ چرا کوفه ما بدمون میاد؟ با اینکه اون اخلاقمون همونه. راه تو جامعه ما راحت تهمت میزنن، راحت قضاوت میکنه آدما رو، بعد طرف هر چی دفاع کنه از خودش باخته، هر چی توضیح بده باخته، هر چی بخواد دیگرانو از سوء تفاهمی که نسبت بهش پیدا کردم خارج بکنه بیشتر بهش شک میکنن. دوبار که توضیح بده میگن ما دیگه یقین کردیم توی ریگی به کفشت هست، یعنی حکم برات صادر میکنن، حکمو اجرا میکنن، حق دفاع نداری، نمیتونی، فرهنگ جامعه اجازه دفاع بهت نمیده چون دفاع تو رو باور نمیکنه. حالا چه جامعه ای اینجوریه اونو دیگه حالا روم نمیشه براتون توضیح بدم که کدوم جامعه است که تهمتو میخره. خیلی سربسته، چون حالا نمیخوام دیگه الان روز تاسوی اوقاتتون رو تلخ کنم، ولی خیلی سربسته. آدمی که خلاصه حسادت داره به یه کسی، هر تهمتی رو راجع به اون شخص میپذیره. جامعه‌ای که حسود میشه همه رو میشه توش بزنی، چون یا این یه پول داره بهش حسادت دارن، این موقعیت داره حسادت دارن، اون بیزنسمنه بهش حسادت دارن، اون شهرت داره چه میدونم سلبریتیه بهش. الان یه جوری شده تو جامعه ما میگی سلبریتی اینکه فحشه. خب آقا توی کسی مردم دوستش دارن به هر دلیلی. ما جا بودیم یه چیزی بود، آدم معروفی بود، اومدن ازش امضا بگیرن، بعد به طرف میزنه به شونه من میگه که این چه مسخره بازیه، فکر کنم حالا مثلا ما تو رقابتیم با اون بنده خدا. گفتم داداش دوستش دارن ازش امضا میگیرن، حالشون از من و تو به هم میخوره، یه عکس هم با ما نمیگیره. مرد حسابی حالا یکی داره یکی امضا میگه، تو چرا ناراحت میشی؟ یکی یکی رو دوست داره، تو وقتی میبینی باید خوشحال بشی. آدم مهربون محبت تو هر شکلی ببینه ذوق میکنه، محبت دوتا پرنده رو ببینه حالش خوب میشه، چه برسه محبت آدما به هم دیگه. این صحنه ها باید برای ما زیبا باشه که آقا میریزن دوره یه نفر خوششون میاد از یارو، حالا مثلا بازیگر سینماست خوششون میخوا، آه این محبت ایجاد شده بینشون، این چه مشکلی داره؟ چه کار ما داره؟ چرا ما حالمون بد میشه؟ یه ماشین مدل بالا رد میشه، خدام نمیفهمه به کی
ثروت بده. یعنی یارو با خود خدا مشکل پیدا میکنه. خب بگو خدا به منم بده، خدا ایشالله هزار برابرشو بده به تو. تو چرا اینجوری ناراحت میشی؟ ولی جامعه وقتی اینجوری میشه، جامعه وقتی از مکارم اخلاق دور میشه، جامعه وقتی دچار رذایل اخلاقی میشه، میشه علی رو، علی ابن ابی طالب، یعصوب الدین، امام المتقین، عین الیقین، حق الیقین، علی با همه عظمتش رو میشه تو اون جامعه از چش بندازی و کینش رو تو دل بچه ها بکاری که برن بچهش رو بکشن به کینه باباش علی، به جرم نکرده، به گناه نکرده، به تخلف نکرده. یعنی زمینه اجتماعی فراهمه. حکومت هم باید یه بهانه جور کنه. بهانه هم جور کرد، گفت اینا خارجی هن. گفت حسین شورش کرده. خارجی، این که میگن به اهل بیت گفتن خارجی هن، نه کشور خارج اومدن. تو این تعزیه ها بعضی ها اشتباه میکنم، مثلا میگن اینا خارجی هن و فلان، و عرفی ترجمه میگن. خارجی یعنی شورشی. امام سجاد چند بار تو شام جلوی این کلمه وایستده، چون ما خارجی نیستیم، ما خروج نکردیم. خروج کردیم زن و بچه میبردیم چیکار؟ ما اگه شورش کرده بودیم که خب باید ادعاده جمع بکنیم، چجوری تو میتونست ما رو غافلگیر کنیم؟ بعدم اصلا ما شورش کنیم که چی بشه؟ مثلا حکومت یزید بگیریم. خب باشه، حکومت یزید ما گرفتیم، خب بعد ما باید حکومت کنیم دیگه. بالاخره حکومت ایادی میخواد، فرماندار میخواد، بخشدار میخواد، شهردار میخواد، قاضی میخواد، چی میخواد؟ خب از چی استفاده کنیم دیگه؟ اونایی که همه فکر میکردن به اهل بیت نزدیکن، مردم کوفن، اینا به گوشواره دختر بچه رم نمیکنن. اینا اگه به قدرت برسن چیکار میکنن؟ مگه با اینا میشه حکومت کنی؟ اونم حکومت جنس حکومت چرا؟ حکومت معاویه و یزید با اینا میشه، اصلا اینا راست اون حکومت هم. اما حکومتی که حکومت اهل بیت باشه که اینا نمیتونن ایادی اون حکومت باشن که. حکومتی که علی، طلحه و زبیر میان میشینن پیشش صحبت کنن، شمع خاموش میکنه، میگن آقا تاریک شد. میگه من واقعیت شمع ندارم خودم، اینم داشتم کارا بیت المال رو میکردم، شمع بیت المال بود اینا، حالا همین تو تاریکی با هم صحبت کنیم. علی ابن ابی طالب به والیاش دستور فرستاده که سر قلماتون رو نازکتر بگیرید، با قلم می نوشتن دیگه، که جوهر کمتری مصرف بشه. ورقهایی که روش می نوشتن، حالا من چی بوده اون موقع، و ورق کمتری مصرف بشه، جمله هاتون رو کوتاه کنید، از وصف و توصیف و خلاصه دستمال کشی و اینا خودداری کنید. نامه منطقی سریع تمام. به نام الله پاسدار و حرمت خون شهیدان و با سلام و درود به روح پرفتوه اینم چی، و اکنون که قلم را در دست میگیرم و میخواهم این مطلب رو مسخره کردی. بیت المال، بیت المال میگه سر قلم و نازکتر بگیر، دوات کمتری مصرف کن. آخ آخ آخ، اینا به کوفه میگی؟ اینا به یه لباس پاره رم نمی کنن. اینا لباس پاره و خونالود یه جنازه رو میدوزنن. اینا به یه گوشواره رحم نمی کنن، به یه خلخال رحم نمی کنن. داشت خلخال از پا خانم سکینه باز میکرد، گریه میکرد، بهش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت تو دختر رسول اللهی. گفت من دختر رسول الله هم، چرا داری خلخالم باز میکنی؟ گفت من با نکنم یکی دیگه با میکنم. اینا را کن. با این مسلمان ها حسین میتونه حکومت کنه؟ معلومه که دنبال این چیزا نیست، ولی خب باید از این حرفا بزنی. حالا چرا تونست این حرفا رو بزنه؟ یه مقدار باید تاریخی تر راجبش صحبت بکنیم. ببینید آقایون، روز اولی که پیامبر اومد، اولین کسایی که به پیامبر ایمان آوردن محروم ها بودن که دیدن حقشون رو یه نفر داره فریاد میزنه. برده ها بودن، خانم ها بودن، فقرای جامعه بودن، اینا به پیامبر ایمان آوردن. ثروتمندا مقاومت کردن که آقا این چی، از کجا اومده، معلوم نیست چی میخواد، چی داره میگه، ما برای چی باید بهش ایمان بیاریم؟ تو طول زمان، یعنی تو این 23 سال نبوت پیامبر، اتفاقات عجیب و غریبی افتاده. شما نگاه کن، این چیزایی که خب بهش توجه نمیکنید، براتون نمیگم، شما که الحمدلله قهوه خونه نمیاد ما براتون بگیم، ما هم که مسجد نمیایم برای شما بریم منبر، اینجوری میشه.
پیامبر وارد مدینه شد، یکی از کارهایی که کرد تأسیس بازار بود. بازار در اون زمان اینجوری بود که یه امنیتی ایجاد میکردن و یک منطقه امنی درست میکردن، یعنی سرباز جمع میکردن و منطقه امن درست میکردن، حجره میفروختن، ملک میفروختن. شما تاجر بودی میگفت یه غرفه دمت این تومن پولشه، پول هنگفتن میگرفتن و هر جنسی رو که میووردی تو بازار میفروختی باید به صاحب بازار چی میدادی؟ مالیات میدادی، یه چیزی مثل گمرک. باید گمرکی میدادی میومدی توی محیط امن جنستو میفروختی. پیامبر اومد امنیت مجانی ایجاد کرد و گفت بازار ملک نیست. در اسلام، در فقه شیعه بازار ملک نیست، خرید و فروشش حرام. اصلا میگن خرید و فروش نمیشه بازار، ولی الان میشه ها، منطق بازار تو اسلام ملک نیست، بهش توجه نشده. یعنی چیکار کرد؟ غرفه درست کرد، گفت صبح هر کی اومد تو هر غرفه خواست بشینه کاسبی کنه، اصلا مهم نیست، پول غرفه نمیخواد بدی، یک، مالیات هم ازت نمیگیریم، گمرک هم نمیخواد بدی، اینم دو، امنیت هم مجانیه. خب چه اتفاقی افتاد؟ هزینه تمام شده برای بازاری اومد پایین، یعنی خود به خود پولی که تو جیب مردم بود ارزشش رفت بالا، تجارت هم توسعه پیدا کرد. همه گفتن آقا چه بازار خوبیه، پول ملک نمیدیم، گمرکی هم نمیدیم، خب میریم جنس ارزونتر در میاد، ارزونتر بیشتر میفروشیم. رونق گرفت. تو این 23 سال از این کارا پیامبر زیاد انجام داده. چه اتفاقی افتاد؟ فقرایی که اول اومدن سراغ پیامبر یواش یواش چی شدن؟ پولدار شدن. پولدارا چی فهمیدن؟ فهمیدن یخ این پیغمبر دیگه میگیره، این دیگه مونده تو شبه جزیره. پولدارا هم شروع کردن منافقانه ایمان آوردن. شما سوره هایی که به پیامبر نازل شده اگه به ترتیب نزول قرآن رو جمع بکنی، یعنی سوره علق اولین سوره باشه، سوره نصر آخرین سوره باشه، این ترتیب نزولش اینجوریه، وسطش سوره بچینی، تقریبا 30 تا سوره آخر قرآن تمام موضوعاتش راجع به منافقینه. یعنی 3-4 سال آخر عمر پیامبر داستان منافقینه. بعد میبینید پیامبر تو خونه خودش امنیت نداره، بعد پیامبر میخواد برای مردم حرف بزنه، خدا بهش میگه نترس، من جونتو حفظ میکنم، بگو. نه که پیامبرم مردن به ترسه، میخواد امتش دستشون به خون پیغمبرشون آغشته نشه. آخرم پیامبر به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، یعنی ما کلی روایت داریم که ایشونو مسموم کردن یه عده‌ای، حالا مسلمون نبودن، غیر مسلمون بودن. میگیرین چی عرض میکنم خدمت شما؟ خدا به پیغمبرش میگه نه ترس، بگو، من مواظبتم. یعنی پیغمبر تو خونه خودش امنیت نداره. از دست کی؟ فقرایی که حالا پولدار شدن میخوان لفت و لیست کنن، پیغمبر رو مانع میدونن. پولدارایی که منافقانه ایمان آوردن، این دوتا با هم دست به یکی کردن که یه راه دیگه ایو برن. من یه سوال ازتون میکنم، در زمان معاویه حکومت مسلمونا خب خیلی بزرگ بود دیگه، یعنی مثلا مرزهاشو نگاه بکنی ایران الان ما جزئی از ممالک مسلمان ها بوده، از اونور تو آفریقا تا کجا رفتن، از اونور تا مثلا اندلس کجا رفتن، اینور مثلا تا نزدیکای چین رفتن، هند رفتن، اصلا یه چیز عجیب غریبی. حالا راجبه که پادشاهای عباسی هست که اومد دید یه ابری بالا سر کاخشه ولی نمیباره، بهش گفت میخوای ببار میخوای نبار، هر جا بباری تو حکومت من میباری، اینقدر درندشت حکومتشون. شما در این حکومت درندشت که آدمای زیادی هم هستن، اگه سوال بکنی اقوام پیامبر کیان، مردم به شما چی جواب میدن؟ میگن ابو سفیان، معاویه، یزید. چرا؟ چون حکومت اینو گفته، رسانه ای نیست. خطبه امام سجاد در شامو دیدید؟ موضوع خطبه چیه؟ فقط خودشو معرفی میکنه، فقط میگه من کیم، همین. بعد از اواسطش هم گریه مردم شروع میشه، تازه میفهمن کیه. تو دنیای مسلمان ها اصلا نمیدونستن پیامبر یه دختری به اسم فاطمه زهرا داره، فکر کردی مثلا کجا بوده ویکی‌پدیا داشته، بزنن ببینن کیه. همین الان که هست شما زدید ببینید اسم دخترها پیامبر، میشه بگید برای من بدونم چند تا دختر داشته اسمشون چیه؟ شما مسلمونید دیگه، میدونید؟
به خدا اگه بدونید شما خودتون مسلمونید، در عصر رسانه دارید زندگی میکنید، نمیدونید اسم دختر پیغمبرتون چیه، چند تا دختر داشت اسمشون چیه، دوتاشون فقط زنای عثمان بودند، اینا رو نمیدونید، اسم بچه های امیرالمومنین نمیدونید. الان میگه شهدای کربلا 72 تا شهید داره، که اولا 72 تا نیست، بیشتره. این 72 رو حالا موت شده گفتن دیگه، شما سوزنتون گیر کرده روش میگید 72، 72 بیشتر. خب اسم بچه های 18 تا برادر و برادرزادهای حضرت زینبن، اسم اینا رو که باید بدونید، حالا اصحابو نمیدونید اشکال نداره، اسم اینا رو که باید بدونید، اسم اینا رو میدونید؟ به خدا نمیدونید. عثمان داداش آقا ابوالفضل، عثمان ابن علی ابن ابی طالب کربلا شهید شده، روزش هم نمیخونید. ابوبکر ابن علی ابن ابی طالب تو کربلا شهید شده، روزش هم نمیخونید، چون خوشتون نمیاد از نامگذاری های علی، چون علی اهل دعوا نیست، ما عشق دعواییم. اصلا تو دنیای مسلمان ها نمیدونن فاطمه زهرایی هست، حسینی هست، این پسر رسول الله میشه، این نوه دختری رسول الله میشه، این خبرها نیست. تازه از بعد کربلا فهمیدن که آقا اصلا داستان یه چیز دیگه است، و این تخلفی که خود یزید کرد، شهر به شهر میبردن اسرا رو، بخونید روایتاشو، اول هر شهری میرفتن شادی بود، روزی که از شهر داشتن خارج میشدن گریه بود، تو همون دو سه روز که داشتن میزدن و میرقصیدن یه خطبه میخوند امام سجاد، خودشو معرفی میکرد، کار تموم میشد. انقدر عجیب میشد که بعض وقتا اسرا رو فراری میدادن از شهر، میدن داره شورش میشه تو شهر، تازه فهمیدن چیکار کرده یزید. یعنی اصلا کسی حسین رو نمیشناسه، امام سجاد رو نمیشناسه. امام سجاد شروع میکنن از آن گفتن خطبهش رو قطع کنن، میگه یزید بگو ببینم این جد منه یا جد توه، اگه جد منه تو چرا ما رو کشتی، اگه جد توه که دروغ میگی، جد تو نیست، نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه حرفی بزنه. ببین چه اتفاقی افتاده، دنیای مسلمون رو به چه سمتی رفته. خب یه جامعه ایه که گوش داده به رسانه های رسمی خودش و البته با یک نفاق روبرو بوده، نفاق فقرایی که پولدار شدن، پولدارایی که منافقانه ایمان آوردن، این نفاق ببین چه داستانی درست کرده. البته امام حسین اسلامو برگردون تو ریل خودش، وگرنه اگه داستان کربلا نبود اثری از اسلام باقی نمیموند، چون از ریل خودش خارج شده بود یه سمت دیگه رفت. ببین اینکه یزید تو مستی یه جمله‌ای رو گفت، یعنی اون حقیقت درون خودش رو برملا کرد و حقیقت درون معاویه است، فقط مال حرف یزید نیست که وقتی بالا سر امام حسین وایساده بود و مست کرده بود، برگشت گفت لعبت حاشب و بالملک ولا خبر اونجا اولا وحی و نظر، شعر میگفت دیگه، شعر گفت، گفت بنی هاشم با حکومت بازی کرد، وحی کجا بود، جبرائیل چیه، وحی چیه، این خبرها چیه، این چه کشکی چه پشمی حرفا چیه، لعبت هاشم و بالملک ولا خبر اونجا اولا وحی و نظر، گفت نه خبری بود نه وحی بود، این بازی با حکومت بود، ما زرنگی کردیم حکومت رو بنی هاشم گرفتیم، و واقعا همین شد. یعنی بعد پیامبر شد سلطنت، کسی که به خودش میگه امیرالمؤمنین یزید، میمونش میمیره یک هفته عزای عمومی اعلام میکنه. فرق بین میمون بازی با احترام گذاشتن به حقوق حیوانات، اینا متفاوته، اتفاقا اون اسیر کردن یه حیوانیه واسه یه لذت خودت، حیوان که باید آزاد باشه تو طبیعت، تو بری یه میمونی بیاری دست آموز خودت بکنی و بشه عامل خنده تو، بشونیش رو منبر و بهش بگی خلیفه و بهش چیکار بکنی و به همه بگی تعظیم کنید و هر کی میاد تو دست اینه. این که اسیر کردن یه حیوان، این حیوان آزاریه. دیدم یک کسی میگفت که نوشته بود یزید دوستدار حیوانات بوده، دوستدار حیوانات حیوانو اسیر نمیکنه، دوستدار حیوانات چیه، حیوان باز با دوستدار حیوانات تفاوت میکنه. حالا شما میخوای دریوری بگی، خب درست یه چیزی بگو، درست بگو یه چیزی بگو، درست بگو. میگیرید چی عرض میکنم؟ ببین نفاق تو دنیای مسلمون ها
این باعث شد که تهمت‌هایی که می‌زدن به خاندان نبوت چی بشه؟ بماسه تو جامعه. چون شما هر بزرگی می‌بینی، شما فکر می‌کنی عمر صد کم کسیه؟ ویترینی که عمر صد داره بی‌نظیره. شما قطعاً اگر قبل از عاشورا عمر صد رو می‌دیدید می‌گفتید این یکی از بزرگترین اولیاء خداست. 5 وعده نماز جماعت اول وقت با بهترین قرائت که جبرائیل هم اینجوری نتونه قرآن رو بخونه. بعد زهد، زهد ظاهری قشنگ، لباسای خاص، زهد ظاهری، مثلا برخورد که میکنی از برخورد تقوا میبینی، ظاهر همه ظاهر، ویترین همه ویترین، از تو تو پوک. قرآن میگه اعنبئکم بما تنزل الشیاطین، میخواد بدونی شیاطین رو ما کجا نازل میکنیم؟ علی کل افاکن اثیم، بعد دهن گناهکار. ابن زیاد وقتی حکم میگیره برای کوفه که کوفه رو تا مال اختیار جمع بکن، این شیطانی که من الناسه، من الجنت و الناس دیگه، ما تو انسان ها شیاطینی داریم که ابلیس رو درس میدن. مثلا ابلیس میبیندشون میگه استاد ارادت داریم محضر شما، اصلا ابلیس نمیتونه تو حریم اینا بره، چون انسان استعداد بی نهایت، وقتی به لجنش میکشه میشه بی نهایت لجن. از ابلیس که از اجنس خب خیلی میتونه جلوتر بره، قطعا هم همین جوریه. یه شیطانی مثل ابن زیاد فکر میکنه کوفه رو با کی جمع کنم؟ میگه عمر صد. میگه قانون الهیه، ویترین درست کنی تو پوک باشه شیاطین میان سمتت. چی میگم؟ جامعه منافق هان، بزرگانی که تو نفاقن، ویترین دارن، از تو پوکن، اینا زمینه رو درست میکنن که حکومت یه تهمت بزنه به مخالف خودش، بگه شورشیه. از اون ور جامعه چرا میپذیره؟ جامعه قبلا کلی تهمت رو پذیرفته. جامعه که تحقیق نمیکنه، جامعه که احتیاط نمیکنه. ما تو اسلام 3 چیز داریم خیلی مهمه، علی بهشون گفتن احتیاط بی نهایت بکنید. یکیش اعراضه، یکیش فروجه، یکیش دماه. میگه راجب خون آدم ها، راجب نوامیسشون و راجب آبروشون، میگه بی نهایت. یه آیت اللهی بود، حالا اما آیت اللهی طباطبایی بود، یکی مراجع بزرگ، حالا فامیلیش یادم رفت، پسرش بهش گفته بود بابا یه کلمه به من بگو، بالاخره بعد 90 سال دست و پا زدن تو کتاب ها و اینا. میگفت بابام یه ذره فکر کرد، گفت که پسر با آبرو کسی بازی نکن. این تمام دینو تو این دیده، با آبرو کسی بازی نکن. نمیدونید یعنی چی، درک نمی کنیم یعنی چی. بعد ضرب المثل هم درست کردیم، تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. کی گفته؟ کی میگه این همین حرف درست نیست؟ خیلی ها همین جوری حرف میزنن، چیزو خودشون درست میکنن، معطل چیزی وای نمیستن، مثلا یه چیزی میگن که اصلا هرچی فکر میکنی بهت نمیخوره، هرچی فکر میکنی این یکی دیگه به من نمیخوره، ولی بهت میبندن. نتیجهش این که حسین رو سر میبرم پاشم شادی میکنم، نتیجهش این که آل الله رو میبرم به اسارت، سنگ میزنم به دختر بچه، بعد خدا طلب ثواب داره. نتیجهش مسلمونا ناموس پیغمبرشونو آوردن تو بازار، رو قاطر سوار کردن، صورتاشون هم باز کردن که دیده بشه صورتاشون، دورش رقصیدن و شادی کردن که الهی شکر کسایی که علیه امیر المؤمنین یزید خروج کرده بودن رو ما به درک فرستادیم. امیر المؤمنین کی؟ یزید. یزید امیر المؤمنین میشه؟ بعد چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ جامعه حسادت توش باشه، بد اخلاقی توش باشه، کینه توش باشه، عداوت توش باشه، میگه هر کی امیرالمومنین باشه غیر علی، حتی یزید. میگه حتی یزید. بعد یزیدی که علنی هر کاری میکنه،
علنی یعنی مشروب خوری علنی، تظاهر به فسخ و فجور علنی، قتل و غارت علی، 3 سال حکومت کرده، امام حسین رو 1 سال کشته، کعبه رو 1 سال خراب کرده، مدینه رو 1 سال نابود کرده. ببین چه حکومت پربرکتی. شما تو مکه پشه رو نمیتونی بکشی وقتی محرمی، مکه رو آتیش زده، کعبه رو خراب کرده. توجیه داره آقا علیه امام زمان حکومت کردن، حرمت امام زمان از کعبه بالاتره، کعبه رو هم خراب کنید. توجیه داره، فکر نکن همه جوری زده، توجیه داره. میگه آقا جون حفظ حکومت اسلامی واجب تره یا کعبه؟ اینا رفتن تو کعبه قایم شدن، میخوان حکومت امیرالمؤمنین یزید و ابن ببرن، بزنید کعبه رو نابود کنید. قوم نابود میکنن، قربتن الله کعبه رو نابود میکنن، مسلمان ها رو تو کعبه میکشن. خب اگه قرار از داستان امام حسین درسی بگیریم، عبرتی بگیریم، اولیش اینه که آقا جون رذایل اخلاقی از خود دور کن، که قضاوت‌های غلط رو بی خودی نپذیری، از روی حسادت، از روی لجاجت. یه روایت آقا شاه کلیده، چقدر ببین قشنگ معلومه مال اهل بیت، یعنی کلمه معلومه. چرا میگه الخیر عاده، انسان ذاتن عادتن دنبال خیره، بعد میگه و شر لجاجه. شر چیه؟ از لجاجت، جامعه لجوج، هیچ حقی رو نمیپذیره، به هر باطنی تمنید. حالا هر کس تو جامعه لجاجت ایجاد بکنه داره به چی کمک میکنه؟ به جهالت کمک میکنه. لجاجت از کجا میاد؟ دعوا. قرآن میگه دعوا کار کیه؟ میگه کار شیطونه، شیطون میخواد دعوا درست بکنه. امیرالمومنین بعد از پیامبر بهترین بهانه رو داشت واسه دعوا، که بگه من تو قدیر پیغمبر گفته من یالا خلیفه منم، اما وقتی دید مردم نمیخوان سکوت که نکردی چی؟ همکاری هم کرد با جامعه در راستای امر مثبتش، مشاوره مثبت میداد به جامعه. عین ستا خلیفه ازش مشاوره میگرفتن و مشاوره میداد، قبول کرده رفته عضو شورای تعیین خلیفه سوم شده، قبول کرده برای جامعه. چرا؟ میگه میخوام دعوا نشه. حضرت یه روایتی داریم، سلمان عبازر و مقداد و زبیر و اینا رو جمع کرد، گفت به اسم من نرید چلوخ کنید، مردم نیان من هیچ کاری نمی کنم، برا من سخت‌تر از دست رفتن حکومت ظاهری اینه که ببینم بین مردم اختلاف افتاده. یعنی ما اهل دعوا نیستیم، چون دعوا لجاجت میاره. وقتی حضرت موسی رفته کوه طور برای عبادت، 70 تا از پیر مردای یهودن با خودش برده، بنی اسرائیل با خودش برده، 30 روز میگذره، مردم منتظرن برگرده، ولی میگه و اتممناها به عش، 40 روز میمونن اونجا. تو همین 10 روز سامری میاد و خلاصه یه دزد با چراغیه، یک عالمیه که هوا و هوس داره، میاد میگه میخواید خدای موسی رو نشونتون بدم؟ ببین حق و باطل رو باید قاطی کنی، بخورونی به مردم، یعنی باطل خودش هم لباس حق تنش میکنه. خدای موسی رو میخوای نشونتون بدم؟ موسی رو بخلش نشونتون نداده. گفتن آره. چجوریه؟ گفت خب کالبد میخواد، طلاهاتونو بیارید. یک گوساله درست کرد، حالا اینم اینو تو مسیر باد قرار میداد صدا میکرد، یا یه چیزی ریخت تو شکم این صدا میکرد، حالا هرچی، گاوه او صدا میکرد. گفت اینا خدای موسی اومد توی کالبد این گاوه، اینا سجده کردن به گاوه. تو اصلا گاوه سخنرانی کنه، تو باید سجده کنی؟ مثلا حرف بزنه گوساله، تو باید بیسه. ولی ملت دیگه دنبال جاهل دیگه قبول میکنه. حضرت هارون اقدام میاد بکنه که جلو این جهل رو بگیره، میبینه نمیتونه، دعوا میشه، سکوت میکنه. هارون جانشین موساست، سکوت میکنه، امت میشن گوساله پرست. وقتی حضرت موسی اومد ریششو گرفت و موی سرشو، گفت تو مگه مرده بودی؟ تو عصیان کردی به امری که من به تو کردم؟ برای چی سکوت کردی؟ گفت ترسیدم بگی فرقت بین بنی اسرائیل، داداش دعوا میشد من کاری میکردم، چون دعوا بشه میگفتن رو دنده لجاجت. موسی هم حضرت موسی یه سخنرانی کرد، داستان سامری رو جمع کرد با یه سخنرانی، چون مردم رو دنده لج نبودن میشنیدن. اما اگه دعوا شده بود کسی دیگه صدای موسی رو میشنید؟ اصلا حاضر نمیشدن با موسی حرف بزنن. هر کس به دعوا تو جامعه تو هر سطحی کمک میکنه داره به لجاجت کمک میکنه. لجاجت ریشه تمام شرور دنیاست.
از رو لجبازی میگن امیرالمؤمنین یزید، فقط واسه لجشون که مگن نگه حسین رو نگه یزید. طرف تو جمع یه سوال چیزی کرد، تو جمع نشسته بودن ابن عباس بود، ابو عبدالله اینا بودن، یه راجبه یه تفسیر آیه قرآن یه صحبتی کرد، بعد امام حسین جواب داد گفت اینجوری میشه، گفت مگه من از شما پرسیدم؟ مفسر بزرگ قرآن ابن عباس اینجا نشست، ابن عباس بهش گفت لال شی ببند دهنتو، میدونی این کیه؟ یعنی اینا امام حسین به عنوان یه مفسر قرآن، آقا یه سوال ازتون میکنن، ما چند تا حدیث فقهی از امام حسین داریم؟ یعنی یه کسی رفته باشه راجع به فقه زندگیش امام حسین سوال کنه، امام حسین چند سال امامت داشت؟ 10 سال. امام حسین روز عاشورا به دنیا نیومد، شبش هم از دنیا بره، 10 سال زمان معاویه امامت داشته. خب یعنی 10 سال امام حسن مجتبی شهید شده، امام حسین در مدینه زندگی میکنه و امامه مدینه هم که خب مرکز بنی هاشمه و بالاخره از اقوام اونجا زیادن. فکر میکنید چند تا حدیث فقهی از امام حسین به ما رسیده الان؟ همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم تو کتب فقهی شیعه چند تا حدیث فقهی از امام حسین هست؟ یا یه دونه یا دوتا، دوتا دونه، عدد دو، یک دو. یعنی من همین الان که اومدم اینجا خوابالو هم بودم اونجا نشستم 5 تا سوال جواب دادم تو کل 10 سال، 2 تا سوال فقهی. حالا شما بگو 20 تا بوده 2 تاش به ما رسیده، بقیه‌اش به این رفته، بیشتر که نبوده، 2 تا دونه. یعنی حاضر نبودن به عنوان یه انسان آگاه ازش سوال کنن، چتونه؟ خب چش جامعه، جامعه چش حسین یه سوال حاضر نیست بکنه غیر از این که رو دنده لج افتاده. طرف نشسته رو منبر گفته آقا منو ول کنید، برید از این بپرسید آگاه. میگه نه 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 نه، شکست نفسی نکن، ما از شما بپرسیم. میگه آقا من نمیدونم، برید از این بپرسید. میگه نه نه نه، ما میخوام نظر شما رو بدونیم. چقدر صحبت کم؟ 12 نه اگه رو به 12 من خیلی صحبت ببخشنا، شما هیچی نمیگی، همینجوری ما صحبت میکنیم. صحبت آقا پس اینه، هر چیزی که به دعوا تو جامعه کمک کنه، حتی دعوای زن و مرد، روایت داری ملعون کسی که بین زن و مرد اختلاف بندازه. میدونی چی میگم؟ یعنی آدمیه که از رحمت خدا دوره، خارج نیست، باید دور بشه، بره تو تاریکی خودش رو ببینه، حالش به هم بخوره، برگرده. حالا لعن رو با هم فردا راجبش صحبت میکن. گوش میدی؟ از اختلاف بین یه زن و مرد، از اختلاف تو خانواده، تا اختلاف تو همسایه، تا اختلاف تو اجتماع، تا اختلاف تو سطح بین الملل، هر کس به هر دعوایی عمدن کمک بکنه داره به لجاجت کمک میکنه. جامعه لجوج جامعه که شر رو میخره، دنبال خیر را نمیفته. تو اون جامعه هر حسینی بیاد میبرن تو مقتل، سرشو میبرن قربتن الالله، بچه هاشم اسیر میکنن قربتن الالله، آبرو خودشو ناموسشو میبرن قربتن الالله. خانم زینب به یزید گفت تو کنیزاتو پشت پرده نگه داشتی، من دختر علی ابن ابی طالبم، منو آوردی به این نامحرمانش میدی. جنازه امام حسین عمر سعد دفن نکرده، یعنی میگه حسین مسلمون نیست. عمر سعدی که میشناسه امام حسینو، عمر سعدی که به اصحابش گفت کشتن حسین قطعا معصیته ولی توبه میکنیم بعدش، توجیهو ببین، توبه میکنیم به حکومت. خب آقا تو که کشتی بعد میخوای توبه کنی، چرا جنازه رو دفن نمیکنی؟ 3 روز جنازه پسر رسول الله رو آفتاب گذاشتی، کاری کردی خانم رباب روزه آفتاب گرفته بود، زیر سایه نمیرفت، میگفت خودم دیدم بدن حسین زیر آفتاب بود. تا آخر عمر زیر سایه نشست، تو آفتاب میشست.
عمری هم نکرده، یه سال و نیم بعد کربلا. اصلا کل مخدرات فکر میکنم فقط خانم سکینه یه مقدار بیشتر عم کرد، تمامشون زیر دو سال از دنیا رفتن، چون تو اون گودال همه اینا رو با هم سربریدن. زینب یعنی بی نهایت عاطفه، بی نهایت احساسات، بی نهایت لطافت، بی نهایت محبت. وایسی بالا تل ببینی با چکمه گذاشته رو گردن ابو عبدالله، مگه میشه زنده بمونی؟